بارسترین ویژگی ماه مبارک رمضان توبه است، یعنی ماه رمضان برای توبه کردن هست. و بهترین دعایی که در شبهای قدر انسان از خدا می طلبد این دعاست. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال فرمودن: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اگه شب قدر رو ملاقات کردم چه دعایی بطلبم؟ راهنمایی بفرما. گفت این دعا: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو با گذشت هستی و گذشت کردن را دوست داری و عفو بخشش از بندگان گناهکار و تقصیرکار را دوست دارید. خدایا نگاه به بدی ما نکن، نگاه به خوبی خودت بکن. خدایا نگاه به تقصیر ما نکن، به جرم ما نکن. خدایا نگاه به رحمت خودت بکن. خدایا ما در ماه رمضان از تو هیچی نمی طلبیم، فقط بخشش می طلبیم، مغفرت می طلبیم، رحمت می طلبیم، بهش می طلبیم. به تو پناه می بریم از خشم و غضب تو و جهنم تو. خدایا دستای ما را خالی بر نگردن و امید ما را ناامید نگردن. بارسترین ویژگی این ماه توبه است. هر کسی در گذشته این ماه این 24 روز کوتاهی کرده، این چند روز باقی مانده را دریابه. یک توبه نصوح دست جمعی لازم است. کلن همه مردم باید توبه بکنن. اول علما، دوم طلاب، سوم معلمین. چرا اینا رو میگم؟ اول علما، چهارم معلمین مدارس، چه حوزه ها و چه مدارس دیگر. چون اینها بازاری ها، دانشجوها، ورزشکارا، مادرا، خواهرا، دخترا، پسرا، همه باید توبه بکنن تا رحمت خدا نازل بشود. علت گناه سه چیز است: یک جهل، دو ضعف اراده، سه تکبر. اگر گناه از روی جهل و نادانی باشد، وظیفه علما و معلمین و طلاب اینه که مردم را آگاه بکنن، کلاس بذارن. خیلی از مردم گناه میکنن نمیدونن که این گناهه. وقتی بهش تذکر میدی میگه خدا ببخشه، کاش که 4 ماه زودتر میگفتی. خدا ببخشه، ما نفهمیدیم، کسی هم به ما نگفت، معذوریم. خدا از تقصیر ما بگذره، دیگه انجام نمیدهیم. وظیفه علما را سنگین میکنه. خیلی از مردم امروز میگوین ما نمیدونستیم این گناه آلوده شدیم. طلاب کجا هستن؟ علما کجا هستن؟ کافیه رو کرسی نشستن دردی رو دوا نمیکنه. مسلمان ها رو از ما میگیرن. زمانی که علما به مدارس چسبیدن و به منابر چسبیدن و حرکت نکردن برن در روستاها و در اطراف و در مناطق خودشون عرضه بکنن، علمشون رو به مردم برسانن، دشمنان اسلام عزیزترین سرمایه ها رو از ما گرفت. جوانای ما همه آلوده شدن. با نشستن کاری، در حرکت برکت است، در قبول زحمت رحمت است، در هجرت بسرت است. اگر علت گناه ضعف اراده باشد، خیلی مسلمان ها گناه میکنن، میدونن که گناهه اما نفسشون ضعیف است. اینا باید چیکار کرد؟ اینها باید دوستای خوب داشته باشن که هر وقت ضعیف شدن تنها نباشن، کمکشون بکنیم. هر کسی ضعف اراده دارد و گناه میکند، دگریه میکند، یک دوست خوبی برای خودش انتخاب بکند و بگوید من ضعیفم، من ناتوانم، من گناهکارم، مواظب من باش که من اشتباه نکنم، من به خطا نرم. اگر ایمانتون رو دوست دارید. اما علت سوم و آخرین علت تکبر. خیلی از انسان ها گناه از روی تکبر می کنند. خدا نکند که گناه من و تو از روی تکبر باشد. گناه ابلیس از روی تکبر بود، گناه بابا آدم و ماما حوا از روی ضعف اراده و جهل بود. بعد گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. اما ابلیس گفت رب به ما اغویتنی، خدایا تو منو گمراه کردید. اون یکی توبه نکرد، اون یکی توبه کرد، چون که از روی تکبر بود.